سلام به همه شما دوستای عزیز، من الان هوب هستم و با یه ویدئوی دیگه اومدیم خدمت شما. گفتیم که نریمون ما FTP های بدبخت چی کار کنیم، ما که نمیتونیم مثل تو این همه کاراکتر داشته باشیم عبیس بزنیم، ما چی کار کنیم فلان، مثلا با 4 ستاره عبیس نمیزنیم. نه نمیزنم. ای عوضش به چیز جدیدتر بهتر براتون میزنم. 4 ستاره قانونش سر جاش، یکی یه دونه 5 ستاره، ولی نه هر 5 ستاره‌ای. بنر داریم، بنر دیدین دیگه، آموزشش هم گذاشتم، همش هم گذاشتم. همین دوتا رو میخوام فقط بیارم، فقط همین دوتا. حالا تو بهترین تیماشون هم نیستن ولی خوب. پس میشه چی؟ همه 4 ستاره ها امیلی یلان. بریم با هم دیگه داشته باشیم ببینیم این عویز چه اتفاقاتی قراره بیفته. خب بذارین اول کار بیلد و اینا رو بهتون نشون میدم، بعدش توضیح میدم که چرا دارم چه تیمی رو میبرم و ادامه داستانم. اول بریم سراغ بیلدا. یه بنت تانک داریم، نمیدونم چیکار داره، یه بنت تانک انرژی ریچارج داریم که تون تون برستش رو همیشه میخوایم، برای همین انرژی ریچارج زیاد و هیل بالا. چارتت نوبلس که باف بده بهمون کانس 6. این کانس 6 یک نکته خیلی مهمی داره که بقرار خیلی ازش تو استفاده کنیم. تالنتاش هم که خب خیلی مهم نیست، برستش کرم شد. امیلی رو داریم، من از اینا ندارم آقا، ندارم. خب ولی لطف کردم بهتون، حالا از الان بچه میگن تو تایمای ویدیو چجوریه، فردا احتمالا بیل آموزشش میاد که تالنتاش لول 5 و امروز لول 9. من بیگناهم میدونی. ولی خوب حالا اشکال نداره. آره تالنتاشو صرفا تونستم یه مقدار بیارم بالا که یه دمیجی بتونه بزنه بنده خدا. کانس نداره. آرتیفکتش هم که خب همین ست ریور آنفینیش نمیفهم چی چیه. خب عملا بهترین ست برای خود امیلیه. فقط سلاحش هم که یه دقیقه بوتها رو خل سلاح کردیم، گفتیم تو یکم کریت دمیج داشته باش دیگه. بعد استاتش هم که خب شد این، یه چیز خوبیه، 70 به 200 تقریبا 45 خوبه. 30 تا هم تقریبا ریچارج با دندرو دمیج بونس. توی حالا نکات آرتیفکتش دندرو گذاشتم کریت و اتک، خب کلا قرار دمیج بزنه دیگه این کاراکتر. این دی پی اس تیم لیترلی ایشونه. بعد دی پی اس تیم اینجوریه، بعد شاینلینگ میگه ویت ام آی جوک تو یو، بعد شاینلینگ میاد بیرون با 1400 تا اتک، 50 به 180 236 با کچ، میگه که داداش توپ اون گفتی دی پی اس، پا من چیم این وسط؟ بعد آره میگم دلش غلط کردم، هرچی تو بگی، اصلا دی پی اس توی، اون هم مال توه. آره خلاصه شیانگلینگ هم داریم که گوباش هم حتی کرون شده و یه فیشل. حالا این فیشل بنده خدا خیلی دیگه اوور بیلد نیست، با استرینگ لس و چهار ست تروپ، یعنی گولدن تروپ. کانس 6 و تالنتاش هم که خب فقط اسکیلش رو کرم کرده. خب این از تیم اولمونه. بریم سراغ تیم دوممون که یه یلان داریم. به به، این تیم هیلر نداره. بیدو که داره، سینچو که داره، زورش زیاده. ببینین اگه حالا این کاراکترهایی که الان در حال حاضر آوردم، غیر از امیلی که فردا ویدئوی آموزشیش میاد، همشون آموزشش رو گذاشتم. بلد باشین چجوری با کاراکترها بازی کنید، مطمئن باشین حتی با اینم میتونید برید بزنید بدون هیلر. خب یه بیدو داریم 60 به 144 با 200 تا ریچارج با تون ماهی و 4 ست امبلم که همشون خودی چیز دی الکترو کریت و انرژی ریچارج. کانس 6. تالنتاش هم که خب هیچی کرم نکردم، فقط 12. این سوکروس داریم. سوکروس همون فقط المنتال مستری بیلد شده با سکرفیشال و 4 ست وی وی و کانس 6 و تالنتاش هم که خب هیچ، 6 هن همه. یلان، خود یلان، حالا این یلانمون یک مقدار اوور بیلده بنده خدا، 60 به 250 بعد با سلاح خودش آرتیفکت دوتا کانسین دیگه، نمیتونم کانس رو آف کنم دیگه، خودتون به بزرگی خودتون ببخشین. بدون کانس هم میشه زد حقیقتا شاید. خب ولی دیگه شما کانس نیارین یه کاراکتر دیگه میارین 5 ستاره، مثلا من اینقدر بدبخت نیستین. دوتاشو کرم کردم. بعد سینچو رو داریم که 66 به 100 تموم شد، دابل کرم. خب اینم از دوتا تیم ما. حالا میخوایم بریم با هم دیگه ببینیم چرا اصلا من همچین تیمایی رو آوردم تو این عویز. سوال
اول از همه ما خیلی آپشن بهتری داشتیم به جای فیشل بخوایم بذاریم توی تیم اول. خب ولی چرا فیشل رو گذاشتم؟ به خاطر اینکه فیشل الان اورلود دمیجی که میزنه خودش المنتال مستری داره کمکمون میکنه و از سمتی هم با دوست خوبمون امیلی کویکن میتونن بزنن با هم دیگه. کویکن میزنه که بعد میشه اسپرید یا اگرویت. خب که خب دمیج آوتپوت یکیشون بیشتر میشه و سوء استفاده اصلیمو به خاطر اینجا آوردم. خب برای این من فیشل آوردم که این دلغه کارت توی اون حالت هیدنش بیارم بیرون الکی وقت تلف نکنه، چون این دوتا به اندازه کافی وقت ما رو تلف قرار بکنن. این پس از تیم اول، حالا این اولش هم چیز خاصی نداره، صرفا دی پی اس چکه. هر چقدر سریعتر بتونیم سایدای اولو بزنیم با هم دیگه، مخصوصا من ماوکن کیه که باسه زیاد دشمش نکنه این برام خیلی خوشحال میشم، سریعتر بزنیم اون ساید تایم قرار بیشتر بیاریم که بتونیم راحت کلیر کنیم. خب توی تیم دوم مجبوریم هاید رو بیاریم به خاطر این شیلد و این دوست ازمون حالا ابیز لکتور پایرو که خیلی رو مخه. برای اینا هم که خب هیچ کار خاصی نمیتونیم بکنیم. از اون سمت سوکروس خیلی فایده داره روی این، چون که رزیستشون میاره پایین، رزیست نسبتا بالایی دارن، دمیج کم میخورن، رزیستشون میاریم پایین، تونتون هم میبینید تر 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 میذاریم دهنشون سرویس میشه. بیدو هم اون وسط میاد اونجا و کلی دهنشون رو سرویس میکنه با دمیجی که داره میزنه و عملا الکترو چارج و حالا هایدرو و الکترو همشون با هم دیگه دارن کلی دمیج میزنن، که خب سوکروس هم اونجا داره دمیجای همشون رو زیاد میکنه، المنتال مسترشون باف میکنه، همه قوی میشن. آره این تیم پایین برای این سایت، این سایت هم دوباره دی پی اس چک، صرفا تعداد و اچ پی هاشون خیلی زیاده و این سایت هم دوباره دی پی اس چک و اچ پی هاشون خیلی زیاده، فقط این دوتا خیلی دمیجای زیاد دارن. حالا مگه آقا اینی که الان میزنه میکشه هیل نمیشیم که، اون با من. بعد از اون سمت هم که این دوستای خوبمون هم که خب دمیج زیاد میدن، یک سری مخصوصا حرکاتی دارن، حواستون حتما اون حرکات باشه، با یه حرکت میتونن قشنگ وان شاتتون کنن. دیگه بقیهش برمیگره به گیم پلی و حالا آی فریم کردن، داج دادن و چجوری از کاراکتری که دارین میبرین استفاده کن. بریم با هم دیگه تیما رو ببندیم و حمله کنیم به عویز. خب این تیم اول، امیدی منو بدهید، شیلنگ منم بدهید، فیشل منم بدهید، بعد توی تیم دوم یه بیدو. بیدو کی بود؟ آن یلان بود، سینچو. خب اینم از تیمایی که قراره ببریمشون توی عبیس و دهن عبیس رو سرویس کنیم. بیلداشون همینطور که دیدین هیچ کدوم از کاراکترهای 4 ستاره، حتی یک سلاح 5 ستاره هم دستشون نبود و حتی سلاح بتل پس هم دستشون ندادم. میتونستم بدم دیگه، مثلا سلاح سرپنتو میدادم به بیدو خیلی خوشحال تر میشدم، ولی خب اومدم تونمایی دادم که دمیج نزن. نمیدونم مثلا به این مپ رفتم گریت ماجیک میداد، اسکای بورد، خیلی آپشن زیاد داریم. بله خاج نسوت. حالا دیگه گفتم فیر باشه دیگه، عوضش به اینا 5 ستاره 5 ستاره آوردم دیگه، اشکال نداره. خب بریم یک مقدار با هم دیگه فان داشته باشیم، ببینیم چه عویسیه. خب برست برای همه خوبه. خیلی برست کارن اینجا متاسفانه. خب بریم شروع کنیم اینجا رو بهتر کنیم. تانس شیشه بنت خیلی حقیقتا اینجا به درد ما میخوره، چون که عملا کلی دمیج آوتپوت داره به ما میده. در نتیجه ما هم تا میتونیم ازش سوء استفاده ابزاریمونو میکنیم. امیلی رو دوباره سری برستشو میزنیم که بیاد. بله منو پرتاب کردی، چه حقی این کارو کردی؟ امیلیانو دو دمیج، دو مور دمیج. خب حالا بریم اونجا، اینجا من وای میسم کفترش بیاد خیلی بهتر میشه، بعد اینو سامن میکنم، بعد که این کفترش من همه شون با هم دیگه سقط میشن بایدش کفتر قرار شد بمیره این آفر. خب این از ساید اول، حالا بریم ساید دوم، دهن اینا رو سرویس کنیم با هم دیگه. خب بریم اینجا و بعد اول از اینچه نگاه مشکل نداره، بله بله این هم که ریست نشد نخور به این یکی. خب
سلام به بچه های عزیز عبیسی، امیدوارم که حال روزتون عالی باشه. من اینجا منو فقط بزنم و تون قول میدم خیلی هم عذیتتون نکنم. تو بیوف این آیفون رو میکنیم. اوچ، این ها تونستم آیفون میکنیم. خب من تقریبا کنان همه بگو میکنمشون در دارم بزن. به به خب بکنیم. چهل ثانیه مونده، این عملا چهل ثانیه در اون دوتای آخری فقط فرصت داریم. اون رو به یلا میریم سریع سمتشون و اینجا برستو بزنم، اینم بزنم، اینم بزنم، اینم بزنم، اینم و اگه بیاد آمادش خیلی خوشحال میشم. قطعا وقت کم نخواهیم آورد، بعد من وقت کم نخواهیم. ببینید این شردی که، یعنی این رزیستی که سوکروس داره از این رو میندازه، دهنی اینا رو سرویس میکنه. همونطور که 10 ثانیه هم حتی اضافه آوردیم. خب این از فلور اول و بریم سراغ فلور دوم ببینیم اینجا چی برای ما آماده کردن. هیچی اینجا نداره، همش رو میذاریم میتر کنیم. انرژی ریچارج سریعتر برستا بیان قاعدتا. این ماوکن که هم یه خوابیده در نتیجه ما هم در حینی که خواب انرژی بچه ها رو تامین میکنیم. حالا دیگه که انرژی رو تامین شد دیگه میایم اینجا میزنیم. داش داش این میره توی مودش، اینو داج میدیم، برو برست بور میکنیم، برو عقب نرفت عقب. خب همینجاز که وایس داری من همین میزنم تو سر چون نرفتی عقب. الان مثل دلغک میرود ناکن، برو عقب دلغک. خیلی تاثیر گذار بود، من بنت تانک آوردم اینجا فقط برای توی دلغک. فکر کردی؟ اوچ اوچ اوچ، آروم باش آروم باش، دعوا که نداریم، من فقط داریم همدیگه چک و لغت میکنیم. مجبور شدم اینو آی فریم کنم بدون برست بنت، ولی اشکال نداره. خب اینم از این، حالا بریم سراغ قسمت بریم پارتیکل. محبه بده بیاد. خب اول اینا رو میاریم کنار همدیگه، بعد یه سوکروس این وسط حوالهشون میکنیم، یه بیدو میذاریم وسطشون، بعد یه لان روشن میکنیم. حالا اینا دیگه هر خودشون بیفتن بمیرن دیگه، من نمیدونم. حالا اول اچ پیش کم بده بمیره، چون خودشون همزمان میشه فکر کنم. بعد داشته داشت همزمان بمیره دیگه، آخر میخواست همزمان نمیره. ای نمیمون برستش باید میمون ولی نمیمون. حالا این دوتا بدبخت اینجا چسبیدن در هم دیگه که خودشون بدبخت کردن. من چه اینو میزنیم. حالا تو ببینید من همه این اتکاشونو دارم داج میدم اون بیلیدی ها رو که عملا بیلید نخوریم. خب وقتی بیلید نخوریم دیگه خب قاعدتا هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. چرا من برست دارم؟ برست میکنستم نزنم یه کافی بود مثل اینکه نبود کافی بود. 10 ثانیه هم این ور باز اضافه آوردیم. بریم چمبر سوم، یعنی فلور چمبر سوم. بله خب تو چمبر سوم چه بافای خوبی اسکیل دمیج. خب امیلیمون داره میمیره. اصلا مهم نیست، یه بنت بره زیر پاش فولش میشه. ببین اینو میزنیم دیگه، اینو میزنیم دیگه، دمیج بخور، دمیج بخور. خب
دیدین سامن شد خودش؟ نه دیدین خودش سامن شد؟ اصلا فقط برای همین ها بودم تو شده بدبخت اینجا. این دمیج های دلنشینی داره میبینیم؟ اصلا آدم لذت میبره این دمیج رو میزنه. خودت بگیر. متشکرم. این از این، حالا بریم سراغ قسمت بعدی. اینجا دیگه اون دوستای خوبمون قرار بیان و دهنمون رو سرویس کنن. ما که شوخی نداریم باشون. اینا اومدن، اومدن، ما اومدیم اینجا، ما اونجا آماده این بشون. واو، سینچو رو خراب کردم، سینچو رو خراب کردم، خیلی کارم زشت بود، واقعا ناراحت شدم. اولش کانتر میزنیم با بیرو، این گنده بکر رو کلن تمرکز کنیم، بکشینش و اگرنه همه تونه میکشه. دیدی سینچو رو خراب کردم، یلانه منه پر نبود، ناراحت شدم. اینا هم که دیگه خیلی خوبن، فقط این خرچنگه حواسشون باشه دمیجش نکنه. خب برو خود آرمش، آرمش حیوان. یلان بیا، یلان بیا، مرسی خوشون رو اومدی. بیدو بیا، بیدو بیا، مرسی شیلد. تو مزن، تو مزن دیگه، بزن دیگه، بزن دیگه. چقدر وقت زیاد اومد، بریم از اول. هفته و چل سال. خب اینجا هم که دیگه خیلی وقت اضافه اومد دیگه، هم چیز نیست، عبیس ایز. همینطور که دیدید هیچ چیز خاص و سختی نداره، یعنی عملا ببینید من چی بگم دیگه، واقعا خدایش. خب مثلا تیمایی که بردم کاملا افتوپی بودن، برای همه تون در دست رسن تقریبا. بعد شما مثلا آپشن های حتی 5 ستاره خیلی بیشتری میتونید اینجا ببرید و راحت دهن اینا رو سرویس کنید. حالا عبیس خیلی اونقدر فکر کنم واقعا سخت نیست، خیلی راحت تر از اون حرفاست. همونطور که دیدین الان مثلا من هم این تیما اومدم اینا رو زدم، هیچ چیز خاصی نداره. مثلا شما اگه ناهیدا داشتین روی این با مثلا ساینو، این در عرض 20 ثانیه میمرد، نه در عرض مثلا 1 دقیقه تقریبا. مثلا ماگو کنکی خیلی دمیج زیادی میزنه، مثلا کاراکتر خیلی زیادی هست که ماگو کنکی میتونستن بتر کنن. خیلی دیگه، حالا مثلا اینجا عملا حالا یلان و سینچو خیلی آپشن مناسبی دارن جلوی عبیز دکتره. من خودم خیلی دوست داشتم این ترکیبو. از سمتی هم دمیج آوتپوتی که تیم اولمون روی اینه داشتن در اندازه کافی بود که کارو در بیاره. در کل که تیمو دیدید، حالا همه چیزشو، بنر واقعا دست ندید. همونطور که دیدین دو تا کاراکترش در کنار یه مش دلقک، دلقک که نمیشه گفت بندگان خدا، همشون جزو بهترین 4 ستاره، در کنار یه مش 4 ستاره، در کنار یه مش خدای 4 ستاره، خیلی راحت دیدین عبیس رو راحت کلیر کردن. خب در نتیجه اگه حتی اول بازی هستین، دو تا کاراکتر واقعا کاراکتر خیلی قوی هستن به نظرم، میتونید بگیریدشون و ازشون خیلی استفاده ها ببرید. مخصوصا امیلی که حالا به زودی قرار بریم وارد جاهای دیگه شیم، کاراکترهای دیگه بیان و خیلی داستانهای دیگه قرار داشته باشیم، امیلی خیلی قرار قوی تر از اینی که هست ظاهر شه. ولی خب همینش رو الان دیدین چقدر قوی بود. تازه من ترنت هم 9 بود، لولش هم بنده خدا 83 بود، هنوز خیلی روش مانور ندادم. آرتیفکتور همینجوری فعلا چپوندم روش، یعنی هم اولین چیزی که لول اپ کردم دادم دستش. دو تا چیزش خیلی خوبه، یه دونه اینه خیلی خوب رول خورد، یه دونه اینه همین تموم شد. بقیهش در حد اوکیه. اینم آفست کلا دادم بهش، اینم نه بد نی. در کل میگم اونقدی هم که مثلا توقع دارم از امیلی هنوز اونقدر بیلدش نکردم، ولی میبینی که بیلد نشده اینقدر راحت داره این همه دمیج میزنه. کانسلیشناش هم که دیگه خوب هیچ چیز. خب همین، اگه دوست دارین هر مدل تیمی، حالا ببینین من اینجا کاراکتر رو نشونتون بدم، هر مدل تیمی که خوشتون میاد اینجا نام ببرین براتون با اون تیم بیام عویس بزنم.
میتونه خودش تبدیل به یک سری از چالش‌های ویدئویی بشه که مثلا آقا با فلان چیز بدون فلان المنت نمیدونم اینجوری بزن اونجوری بزن یه سری چالش بذارین دیگه. این کم عبیس برای من ایزی شده. حوصله‌ام سر میره. خودم به چالش میکشم. بعد این عبیسو با 4 ستاره ها هم حقیقتا امتحان کردم. بافای خیلی بدی داشتم هر دفعه که الان امتحان میکردم و در حد مثلا 7 8 ثانیه وقت کم می آوردم رو مخم بود. بعد هر جای دیگه ای رفتم مثلا دیدم که مثلا با 4 ستاره زدن، دیدم که مثلا با سلاحای 5 ستاره زدن مثلا همه کاراکتراشون دیگه کراون شده بود، مثلا آرتیفکت مثلا یکیش بود که مثلا خیلی منطقی زده بود یارو یه آرتیفکتای داده بود دست کاراکترش، مثلا دست چانگیش چیزایی بود که من اینجوری هم که داداش من اینا رو دست مین دی پی اس هم ندارم تو چجوری اینا رو دادی، اصلا خیلی چیزای ترسناکی بود. خلاصه آره اینم از این عویز. حالا دیگه هر مدل تیمی که خوشتون میاد با کاراکترهایی که حتی 80 هستن از همینجا به جلو تا رسید، از اینجا به جلو، از این همینجا تا بالا، این حال ندارم پایین رو برم فارم کنم خدایش، از اینجا تا این بالا هر کامبوی دوست داشتین که منطقی بود بگین براتون در عویز بزنم بذارم آموزش ببینین حالشو ببرین. خب دوستان اینم از این ویدیو، امیدوارم که این ویدیو در کنار بانوی خوشگل عطرفروش جدیدمون بهتون خوش گذشته باشه و حالا چیزای جدید توی عبیس یاد گرفته باشین، فرمت‌های اتک انمی رو یاد گرفته باشین، چجوری با کاراکترتون بهتر بازی کنید یاد گرفته باشین، حتما ویدیوهای آموزش کاراکتر رو ببینین که بتونین راحت مثل من با کاراکترها اینطوری بازی کنید و مثل هلو عبیس رو گاز بزنید تموشه بره. بازم رسیدیم به آخر یک ویدیو دیگه و مثل همیشه دیگه حرف خاصی باقی نمیمونه و تا درود دیگه همه شما رو بارکان‌های بزرگ میسپارم. بدرود.